افغان پوسټ فعالیتونه تر بل هر وخت چټک شوي. دا شرکت چې یو دولتي شرکت دی، مسؤلین د پورته څرګندونو تر څنګ زیاتوي چې په دې وروستیو کې کارونه چټک شوي او په ډیر کم لګښت په کور دننه له یو ولایت نه بل ولایت ته د اموالو د لیک چاره ترسره کوي. شرکت های خصوصی کدام قانون خود که دارن به مشتری ها اگر وا $100 میگیرن، ما او را 50 افغانی یا 300 افغانی میگیریم. مقایسه ما با شرکت های خصوصی نمیکن. ما قیمت هایی که افغان پست تعیین کرده قیمت هایی نیست که ما مطابق استطاعت مردم اما ماش جیب مردم دیدیم، ما قیمت تعیین کردیم مطابق جی پی جی، یعنی عواید خالص افغانستان ما قیمت تعیین کردیم. و افغان پست به عنوان مرجع اصلی تطبیق کننده خدمات پستی دولتی توانسته است با دیجیتال سازی خدمات و سیستم هایش تا حد زیاد تسهیلات را به نهادهای محترم دولتی و شهروندان. خو تر ټولو ستره ستونزه چې د پوسټ ادارې د دوی د چارو پر وړاندې ستره ننګونه بولي، په مرکزي ښار او بیلابیلو ولایتونو کې د کوڅو او کورونو د نومونو نشتون ده. ما تفاهمنامه را ترتیب کردیم، شاروالی کابل به ما گفتن یکی از چالش های افغان پست عدم موجودیت آدرس نویسی دقیق است، یعنی پسترسان ما بسیار به تکلیف است، به اساس نامبایی و به اساس پنتون و به اساس کجا کجا یک نامه را میرسانه. ما با شاروالی کابل عملا کار میکنیم و به ما گفتند که در حدود ابدا نایه جی پی اس شده، هر زمانی که و جی پی اس امو هبیتات کدام مؤسس کرد از ما عملا کار میکنه، هر زمانی که او پروژه از او تکمیل شد ما کد پستی را با همکاری شاروالی پیش میبریم. ما 4 رقمی کد داریم، یعنی کد 1001 از مرکز وزارت مخابرات شروع شده. د یا شرکت مسولین زیاتبی افغان پوست په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د مرکزی څانګې سربیره په ولایتونو کې هم ګڼې څانګې لري. د یادونې وړ ده چې دمګړې په ټول هیواد کې د یو دولتي پوستخانی ترڅنګ 9 نورې خصوصي پوستخانی شتون لري. په افغانستان کې پوستي خدمات یو نیمه پیړۍ وړاندې پیل شوي وو چې اوس مهال خدمات تر پخوا عصري شوي.